پنجمین روز مذاکرات ایران و آمریکا و دیگر اعضای گروه پنج به علاوه یک در فضای از ابها آغاز شد. با وجود اینکه قبلا خبرگزاری دولتی ایران گفته بود مذاکرات تا روز جمعه 29 اسفند یعنی فردا ادامه خواهد داشت، بار دیگر احتمال تمدید مذاکرات تا روز یکشنبه مطرح شده است. اما این تنها تردید نیست. درباره احتمال حضور وزرای خارجه دیگر کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک در روزهای آینده نیز تردیدهایی وجود دارد. در همین حال ابهام مهمتر مواضع جدیدی است که ایران درباره ارجاع مذاکرات به سازمان ملل متحد مطرح کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک دیپلمات ایرانی گفته است چنانچه ضرورت داشته باشد و مسیر تفاهم روشن باشد، هیئت ایرانی آمادگی دارد تا به مذاکرات برای چند روز دیگر هم ادامه دهد و نوروز و فرارسیدن سال جدید خورشیدی مانع این کار نیست. همزمان برخی منابع مطلع نیز از حصول پیشرفت‌هایی در روند مذاکرات خبر دادند. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در این زمینه گفته است همه ما در تلاش هستیم تا پیشرفت کنیم، اما ارزیابی این که چقدر تا به حال پیشرفت کرده ایم دشوار است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز پیش از این گفته بود تلاش‌ها در حال انجام است تا فاصله‌ها کم شود و پیشرفت‌های فنی در حال رخ دادن است و بخش زیادی از مسائل فنی حل شده است و مباحث سیاسی ادامه دارد. همزمان با مذاکرات هیئت‌های ایرانی و آمریکایی، خبرگزاری روسیه اینترفاکس نیز گزارش داده است هیئت مذاکره کننده آن کشور به رهبری سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه آن کشور، به روند گفتگوها در لوزان پیوسته است. مقام‌های ایرانی گفتند به جز آمریکا فعلا قرار نیست وزیران خارجه کشورهای دیگر عضو گروه پنج به علاوه یک به گفتگوها وارد شوند. روزنامه‌نگاران حاضر در لوزان می‌گویند دو چالش به عنوان گره‌های اصلی در مذاکرات جاری مطرح شده که مذاکره کنندگان سعی در یافتن راه حل برای آنها دارند. در بحث فنی، آنگونه که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است، یک مورد اختلافی باقی مانده است. تحلیلگران این مورد فنی را موضوع تحقیق و توسعه عنوان می‌کنند. اینکه ایران در طول مدت توافق جامع احتمالی خصوصا در موضوع توسعه چگونه عمل کند. در این زمینه مسائلی چون آزمایش و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته مطرح است. گره دوم موضوع نحوه رفع تحریم هاست. موضوع رفع تحریم ها که یکی از اهداف نهایی دستیابی به توافق جامع است، این روزها با نام شورای امنیت سازمان ملل متحد گره خورده است که ایران در پی تصویب یک قطعنامه همه جانبه در این زمینه با استفاده از ماده 7 منشور ملل متحد است. این ماده در تصویب قطعنامه های پیشین علیه ایران نیز استفاده شده بود و مشخص نیست که گروه پنج به علاوه یک تا چه حد برای گنجاندن همه موارد مورد درخواست ایران در این قطعنامه آمادگی دارد. در روزهای اخیر ارتباط مصوبات شورای امنیت سازمان ملل با مذاکرات هسته‌ای جاری به خصوص در منابع خبری جمهوری اسلامی مطرح بوده است. در واکنش به نامه 47 سناتور آمریکایی، از قول مقامات ارشد جمهوری اسلامی گزارش شد که به منظور جلوگیری از چنین وضعیتی ایران تاکید دارد که لغو تحریم‌ها به تایید و تصویب شورای امنیت سازمان ملل برسد. برخی از منابع ایرانی این اظهارات را چنین تعبیر کردند که انتظار می‌رود شورای امنیت در موضوع تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران ورود کند. به گفته ناظران، اگرچه لغو تحریم‌های بین‌المللی مصوب شورای امنیت مستلزم مصوبه جدید این شوراست، اما دیدگاه منابع ایرانی در زمینه اختیارات و صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با تحریم‌های یک جانبه و اضافی ایالات متحده و برخی کشورها چندان روشن نیست، زیرا این موضوع مربوط به تصمیم حاکمیتی این کشورها بوده و تغییر در آنها در حوزه اختیارات نهادهای داخلی آنها قرار دارد. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، تایید کرده است که عدنان جرار از رهبران اصلی گروه الشباب در پی حمله هواپیمای بدون سرنشین کشته شده است. پنتاگون در روز 27 اسفند ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد عملیات هدایت شده در 12 مارس انجام شده است. حمله هوایی پنتاگون در حدود 240 کیلومتری غرب موگادیشو انجام شده. بنابر این بیانیه، هواپیمای بدون سرنشین ارتش آمریکا به خودرویی که حامل عدنان جرار، عضو بخش امنیتی و اطلاعاتی الشباب از شاخه‌های القاعده بود، حمله کرده است. به گفته پنتاگون، حمله موفقیت آمیز
و نتیجه آن مرگ جرار بود. سال پیش اعضای گروه الشباب طی حمله‌ای به یک مرکز خرید در نایروبی 67 نفر را کشته و 200 نفر را زخمی کردند. یکی از سخنگویان پنتاگون گفته است جرار تهدیدی جدی برای منطقه و جامعه بین المللی بود و مرگ او یک ضربه سخت دیگر به گروه الشباب در سومالی وارد می کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که 2 نفر دیگر نیز در پی این حمله کشته شدند. الشباب یکی از گسترده ترین و قوی ترین شاخه های القاعده در آفریقا به شمار می رود. این گروه کنترل بخش های دورافتاده ای از جنوب سومالی را در دست دارد و علاوه بر خود سومالی و کنیا حملاتی را نیز در اوگاندا ترتیب داده است. دولت آمریکا معتقد است که جرار بر چند عملیات برای هدف گرفتن شهروندان آمریکا و دیگر منافع غربی نظارت داشته است و یکی از افراد کلیدی در هماهنگ کردن عملیات خارجی الشباب بوده است. واشنگتن از نیروی اتحادیه آفریقا که از سال 2011 گروه بنیادگرای الشباب را از پایگاه‌هایش در سراسر سومالی عقب رانده حمایت می‌کند. ساعتی پیش از آنکه پنتاگون این خبر را تایید کند، الشباب در حمله 4 نفر را در شمال شرقی کنیا کشت. این گروه اسلامگرا قول داده است که کنیا را به خاطر شرکت در نیروی اتحادیه آفریقا تنبیه کند. در دهه اخیر میزان بهره‌گیری آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین در عملیات مختلف نظامی به مرزهایی فراتر از جمع‌آوری اطلاعات رسیده و کارشناسان نظامی گفتند فناوری‌های جدید پهپادهای آمریکایی بر توانایی استراتژیک آمریکا در عملیات منطقه‌ای افزوده است. در پی سقوط یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در شمال سوریه، روز گذشته برخی از رسانه‌های ترکیه مدعی شدند که این هواپیما از پایگاه هوایی انجلیک ترکیه به پرواز در آمده بود. سایت خبری بوگون ترکیه در این باره گفته که هواپیمای شناسایی آمریکایی که در منطقه لازقیه سوریه سقوط کرده، از پایگاه نظامی انجلیک در ترکیه برخاسته بود. هنوز البته منابع رسمی ترکیه این موضوع رو تایید نکردن، اگرچه شبکه دولتی ترکیه خبر از سقوط این پهپاد امریکایی رو داده. روز چهارشنبه خبرگزاری دولتی سوریه سانا خبر داد که سیستم پدافند هوایی ارتش این کشور یک فروند هواپیمای اکتشافی امریکا رو در منطقه بنهادی لازقیه سرنگون کرده. وزارت دفاع امریکا هم نه مستقیم اما تلویحا این خبر رو تایید کرده و گفته ارتباط این هواپیما با مرکز قطع شده. اما مسئله که در سوی دیگه این خبر مطرح هستش اینه که دولت ترکیه از زمان تشکیل ائتلاف جهانی ضد داعش هرگز اجازه استفاده از پایگاه انجلیک رو به جنگنده‌های آمریکایی و نیروهای ائتلاف نداده بود، اگرچه اخیراً در لحن مقامات این کشور نرمشی در این باره دیده می‌شد، اما رسماً ترکیه تا به الان این موضوع رو اعلام نکرده. چند روز پیش هم روزنامه وطن ترکیه خبر داده بود که امریکا و ترکیه به توافقاتی در مورد استفاده از این پایگاه رسیدن. این روزنامه گفته بود که ترکیه توافق کرده پهپادها و جنگنده‌های آمریکایی برای مقابله با داعش از این پایگاه استفاده بکنن. انجلیک پایگاه هوایی ناتو هستش که در محدوده شهر آدانا در جنوب ترکیه واقع شده. قرارداد همکاری دفاعی میان ترکیه و امریکا در مورد این پایگاه نظامی از سال 1985 میان دو کشور منعقد شده. از زمان تشکیل ائتلاف جهانی ضد داعش امریکا بارها از ترکیه درخواست استفاده از این پایگاه رو بر علیه مواضع داعش مطرح کرده بود، اما ترکیه همواره این موضوع رو منوط به شروطی کرده بود، از جمله ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه که البته امریکایی ها هم تا به الان این شروط رو نپذیرفتن. حتی در مقطعی زمزمه‌های مطرح بود که امریکایی ها در واقع پایگاه هوایی اربیل در عراق رو جایگزین انجلیک بکنن و پروازهای شناسایی خودشون رو از اون پایگاه انجام بدن. حال اگر ادعای رسانه‌های ترکیه مبنی بر استفاده هواپیماهای آمریکایی از پایگاه انجلیک درست باشه، باید گفت که فصل تازه از همکاری‌ها میان ترکیه و آمریکا بر سر استفاده از پایگاه انجلیک به منظور مقابله با داعش آغاز شده.
صدها استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران را بدعتی نگران کننده و تهدیدی کم سابقه برای حقوق شهروندی در کشور توصیف کردند. این استادان دانشگاه در نامه خود که روز چهارشنبه 27 اسفند ماه منتشر شد تاکید کردند این اقدامات غیرقانونی را زیبنده نظامی که بر اساس جمهوریت و اسلام بنا شده است نمی‌دانیم و خواستار رفع هرچه سریع‌تر این محدودیت و تکریم و احترام در خور شأن بزرگانی چون ایشان هستیم. اکثر امضا کنندگان این نامه در شمار چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب هستند. تسلیت نگفتن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به محمد خاتمی در پی درگذشت خواهر وی به این باور دامن زده است که حکم ممنوعیت رسانه‌ای رئیس جمهوری پیشین ایران مورد تایید آقای خامنه ای است. نام رضا فرجی دانا، عبدالله رمضان‌زاده، مصطفی معین، علی شکوری راد، احمد شیرزاد، فخرالدین دانش‌آشتیانی، محمد رضا سعیدی، فرشته بقایی و محمد جواد آبدینی در میان 608 امضا کننده این نامه دیده می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز 27 بهمن ماه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر جرم بودن انتشار تصویر و مطالب مربوط به آقای خاتمی گفت شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه در مورد افرادی تصمیم گرفته و آنها را به عنوان سران فتنه محسوب کردند که دستگاه قضا می تواند در این راستا دستور دهد که مثلا رسانه ها حق انتشار تصویر و مطالبی از آن شخص را ندارند که در غیر این صورت برخورد می شود. جز این سخنگوی قوه قضاییه تاکنون هیچ مستند قانونی درباره ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رئیس جمهوری اسبق ایران ارائه نکرده است. گفته های آقای محسنی اژه‌ای در حالی است که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه 13 اسفند ماه گفت شورای عالی امنیت ملی در هیچ زمانی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی نداشته است. حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ایران نیز گفته است که در این زمینه هیچ گونه مصوبه‌ای چه در روزهای اخیر و چه در سال 88 از سوی شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد. با وجود این سخنان مقامات دولت ایران، مسئولان قوه قضاییه اما همچنان تاکید دارند که ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رئیس جمهوری اسبق ایران بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. از جمله محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر آقای خاتمی را تصمیم حکومتی خواند که به گفته او در شورای عالی امنیت ملی که قوای سگانه حضور دارند اتخاذ شده و مبنای قانونی دارد. در هفته گذشته برخی از وبسایت‌های خبری تصویر صورت آقای خاتمی را به صورت شطرنجی منتشر کرده و همچنین از عبارت رئیس جمهور بعد از هاشمی و قبل از احمدی نژاد برای نام بردن از آقای خاتمی استفاده کرده بودند. پیش از آن نیز روز هفتم اسفند ماه سایت جماران، پایگاه رسمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی همراه با سایت بهار نیوز به دستور قوه قضاییه و با استناد به انتشار تصاویری از محمد خاتمی مسدود و یک روز بعد پس از حذف این تصاویر رفع فیلتر شدند. در حالی که رئیس جمهوری تونس برای مبارزه بیرحمانه با تروریسم قسم خورده است، همچنان اطلاعات تازه‌ای از میزان آسیب‌ها در جریان حمله سه مهاجم به موزه باردو منتشر می‌شود. در پی حمله مسلحانه به موزه باردو در پایتخت تونس و مرگ حداقل 21 تن، محمد الباجی قائد سپسی، رئیس جمهوری این کشور قسم خورد که کشورش جنگی بیرحمانه علیه تروریسم به راه بیاندازد. آقای سپسی در بیمارستانی که مجروحان این حادثه در آن نگهداری می‌شوند گفته است مردم تونس باید بدانند که در جنگ با تروریسمند و افرادی که او آنها را اقلیتی وحشی خوانده نمی‌توانند آنها را بترسانند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز روز 27 اسفند با انتشار بیانیه‌ای حمله به موزه باردو را محکوم کرد و گفت هیچ عمل تروریستی نمی‌تواند جلوی حرکت مردم تونس به سوی دموکراسی را بگیرد.
روز چهارشنبه تعدادی مرد مسلح وارد موزه باردو شده و 17 توریست خارجی و 2 تونسی را به رگبار بسته و کشتند. 40 تن نیز در این حادثه مجروح شدند. شهروندان فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، لهستانی و اسپانیایی در میان گردشگران کشته و زخمی شده هستند. این خونبارترین حادثه در تونس از سال 2011 و سقوط زین العابدین بن علی رئیس جمهوری مخلوع این کشور است. شورای امنیت سازمان ملل در عین حال تأکید کرده است که سازمان‌ها کسانی که در این حملات دست دارند، کسانی که منابع مالی آنها را تأمین می‌کنند و حامیان آنها را باید به دست عدالت سپرد. در آخرین ساعات روز چهارشنبه نیروهای امنیتی تونس اعلام کردند که طی عملیاتی موفق شدند تمامی افرادی که در موزه ملی باردو در پایتخت تونس به گروگان گرفته شده بودند را آزاد کنند. اما منابع خبری غربی میگویند هنوز وضعیت گروهی از افرادی که در روز حادثه در محل یا اطراف آن بودند مشخص نیست. ناخدای یک کشتی تفریحی ایتالیایی گفته است هنوز 14 نفر از مسافران آن به کشتی باز نگشتند. وزارت خارجه بریتانیا نیز در نخستین ساعات امروز اعلام کرد 2 شهروند آن کشور در جریان تیراندازی در محل گیر افتادند، اما مشخص نیست آیا به آنها آسیبی رسیده است یا نه. نخست وزیر تونس اعلام کرده است که یک مأمور پلیس نیز جان خود را از دست داده است. بنابر گزارش ها 2 فرد مهاجم به این موزه که به سلاح کلاشینکوف مسلح بودند نیز در درگیری با نیروهای امنیتی به قتل رسیدند. سخنگوی وزارت کشور گفت این 2 فرد مسلح لباس نظامی به تن داشتند. وی این 2 فرد را اسلامگرا توصیف کرد. شبکه خبری الجزیره نیز می نویسد که افراد مسلح به پارلمان این کشور نیز حمله کرده و از طریق ساختمان پارلمان وارد موزه شدند. یکی از نمایندگان پارلمان تونس نیز می گوید که پس از این حمله افرادی به حالت زخمی در داخل پارلمان به جا مانده اند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و اخبار دقیقی از انگیزه ی حمله کنندگان مخابره نشده است، اما گمان زنی ها بیشتر متوجه دست داشتن داعش در این حمله است. تونس که در سال 2011 شاهد قیام علیه زین العابدین بن علی رئیس جمهوری پیشین بود، به تازگی گام‌های موفقی در گذار به دموکراسی برداشته است، اما با ظهور گروه‌های مسلح در این کشور، مسئله امنیت همچنان در زمره نگرانی‌های اصلی مقامات این کشور است. در ماه فوریه وزارت کشور تونس اعلام کرد که در حدود 100 افراطگرا را دستگیر کرده که بخشی از آنها با گروه تروریستی داعش مرتبط بوده و قصد ساخت مواد انفجاری را داشتند. بنابر برآوردها بین 2500 تا 3000 شهروند تونسی تاکنون برای پیوستن به داعش به عراق و سوریه رفتند.